باشه باشه اوکی شکایت کنم قربونه ارسولم خدافز 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 یه چیزی نوشتم این احتمالا میذارم اشتراک یک آلبوم احتمالا من آخرین سکوتم پرام باز بین اونا که عاشق سقوطم دکتر خودم رفتنیه عاشق خروجه من خودم رفتنیم دیگه بم نزن گلوله مرا ببوس با این که زخم و عمیقم بازه که حتی با آنتی بیوتیکم میمونه تازه هممون میریم بس یکی خونه رو بسازه من هنو محکومم واسه این شعر بی اجازه مرا ببوس که من آخرین شعر بی دفاعم یا آسمون تاریک ابری بی ستارم مرا ببوس برای بغض آخرین نگاهم منم یه روزی میرم اما بازم موندگارم مرا ببوس صد تو بین برف و بارون موزیکا گرفته خیاب اونا رو نباید بذاریم یه جا پولا رو ما کف ایرانیم و بچه تو ران رو کوکولی دنهای رد و خوبا رو که میگه رب که نداره پوز و اونو چه بایدن من ماری و پوز و میزنیم سالوت دورمون اوز کده این نمی کنه تو رو میگوز همه رب کنن نران دور میگه نگو کشو نداره عاشق محتوای تو رپ اینجا خیابونه نه پیام نور میگه رپ واقعی نداره ادعا برو دو تابلو رو گرفتی اشتباه اینو ترپ نه غزل آفت هرچه اونم بفشه رو بودا من دارم سوال تو بزن ستا کنسرت بینام بانی برسته راجب هنر انتظایی میخواستم بگم ما یه چیزی داریم بس به هنر انتظایی یعنی شما مثلا میخوایی این درخت رو الان توصیف کنی که این درخت چیه خب چه ضرر و چه زیانی داره چه آفتی تو این درخته خب اینو به صورت تمثیل یا یه جور دیگه میگی مثلا میدونی آسفالت رو ربط میدی یهو به درخت این چی رو هم بدونیم یعنی هنر انتظایی یعنی این که بیان یک موضوع در قالب تمثیل یعنی یه جوری که خود اون موضوع مشخص نباشه مثال بخوام از رپ فارسی بهت بزنم یه رپری داریم به اسم دیگرد یه آهنگ داره به اسم سوسک خب داره زندگی اون سوسک و اون توالت و این چیزایی که داره تعریف میکنه اون در واقع یه چیز دیگه ایه به صورت استعاری داره میگه آقا سوسک توالت کاسه توالت فضای بوه همه اینا صحبت یه چیز دیگه داره میکنه به این میگن هنر انتظایی میدونی یعنی اینکه تو نمیخوای مستقیم یه حرفی رو بزنی حالا علت اینکه نمیخوای مستقیم یه حرف رو بزنی خود میدونی یه موقع علتش حکومت ها هستن یه موقع علتش فرهنگ مردمته یه موقع علتش اصلا خودت نمیخوای میخوای دو پهلو باشه بالتر باشه ادبیاتی باشه اینجوریه دیگه به این میگن هنر انتظایی میدونی ما هممون درسته با هم مشکل داریم ولی هممون زیر یه چتری هستیم که بهش میگن هیپ هاپ ایرانی هیپ هاپ فارسی هممون پرچمدار یه چیزیم هممون ایرانیم هممون کاری به این چیزا ندارم هممون پرچمدار یک فرهنگ در ایرانیم که بهش میگن هیپ هاپ همیشه اینجوری نیست که ما از این فرهنگ بکنیم یعنی الان خیلی رپرها شاید تا یه بخشی 50 مثلا خود من خیلی رپرها دارن پولشون رو از این فرهنگ از این کالچر به دست میارن از هیپ هاپ به دست میارن پس ما این پرچمو باید تو ایران نباید بگیم که ما فقط باید از این بگیریم ما یه سری چیزا هم باید به این بدیم میدونیم ما یه سری چیزا چون آدمایی بودن تو نسل یک تو نسل دو تو نسلای بالاتر ما که به خاطر این داستان تو ایران سختی کشیدن کشور خودشون رفتن ما باید پرچمدار این داستان باشیم چه تو ایران چه زمانی که نشد خارج ایران باید این پرچم هیپ هاپ رو حفظ کنیم واسه همین دارم بهت میگم من با یه عده مشکل دارم با یه عده مشکل ندارم در نهایت هممون زیر مجموعه این فرهنگی که اسمش شده هیپ هاپ چیزی که ما زندگی میکنم مدل لباس پوشیدن تا مدل حرف زدن تا مدل هر کاری که داریم انجام میدیم این زیر مجموعه همینه حالا چه مینستریم باشه چه زیرزمینی باشه چه وصل باشه چه غیر وصل باشه چه هر چیزی که باشه ما پرچمدار این فرهنگیم تو ایران بوله من دوره الان با هم بد شده میخواسته بودی بده بغلم کف ونکو این گوله من این روزا خیلی گوش میکنم اونی هم که روی یکی از ترک های سوگند خوندم ولی نمیدونم یه ترکی داره سوگند اسمش مرا ببوسه من رو اون یه شعر نوشتم اونم خیلی دوست دارم اسم اونو میخوام بذارم
به خاطر سوگند میخوام اسمشو بذارم سوگند، ولی اشکان داره بیتشو تغییر میده. اون بیت سوگند چون اون کپی رایت داره و اینا، الان من با سوگند در ارتباط نیستم که بخوام مثلا ازش اجازه بگیرم سر این کار و این چیزا، و خیلی فورس ماژور میخوام که آلبوم بندازیم بالا. ترکیه که آلبوم هم هست احتمالاً به اشکان گفتم بفرسته واسه احسان آتور ببینه که نظر احسان چیه. احسان میاد مثلا تو آهنگ سازیش با هم دیگه پروداکت این پرودوس این کار رو بفته بگیرم. دوست داریم ما کشوری که توش به دنیا آمدیم، آدم ها با سلیقه‌های مختلف، من یه جورم تو یه جوری، اون یه جوره یکی یه جوره، این خونه ها هر کدوم آدم ها با هم فرق میکنن، ولی هممون اینجا به دنیا آمدیم، دوست داریم اینجا رو بسازیم، اینجا رو جای بهتری برای زندگی بکنیم، و امیدوارم که همیشه اتفاقای خوب بیفته اینجا، مردم همیشه خوشحال باشن، اتفاق بد نفته. این مردم که دارم میام، من خودم هم جز مردم، من آدم خاصی نیستم، قدرت خاصی هم ندارم، توانایی هم مثل آدم های دیگه است. هر آدمی توی یه کاری خوبه، تو الان این دوربین رو نگه داشتی داری هم من ویدیو میگیری، تو یه کارگردان خوبی، اون یه پزشک خوبه، اون یه نجار خوبه، اون یه سوپرمارکت خفن داره، هر کسی به نوبه خودش. من خش میذارم، تو سیمان، من خش میذارم، تو سیمان، اگه بیاد بارون خون بالاخره پیداش میشه رنگین، کمون دیگه از عب نمیشه آسمون، به سرخی لاله نمیشه آب جو، مؤذن از آن بگو خدا به دور بلا به دور، ماما نمشب واسمون دعا بخون. اسمش اشتباه خون ماما دیگه. نظر راجعه به آلبوم جدید دریک چیه؟ آلبوم جدید کنسرت ساسی رو دیدین؟ ساسی مانکن کنسرتش رو لغو نکرد. آره خیلی بیگاهی شد دیگه، یاد رفتن سیناتزا درس عبرت گرفت بعد این داستان. سینا گفت من کنسرتم لغو، ولی جدی من قرار بود که 13 مهر با بهزاد لیتو دبی با هم توی یک کلابی بریم اجرا کنیم. حالا شما داریم که منم قرار بود بریم 13 مهر قرار بود بریم اجرا کنیم که اجرا رو کنسلش کردیم و همین دیگه. دخترم همه در بهم گل داد، پوتین و باکس زدم پوشیدم، بچه رو بغل بچه بوسیدم، با عشق سرشو بوده جوشون بوسیدم، مردو بین بقیه هاری صبح شرق این بقیه، شستم و گرفتم اصله خونه، خونه شد تک شده اصله خونه، فرماد اون مه بینمون چرخید گیر میداد، اونی که اسمی که ترسید بعد خبردار داد زد جمشید، دو پیشو تیره چپش رفتید پوشیم و تو هم بار دادم تحویل، رو موچم نوشم شماره بچه فلاک رو گردن و با کردم، عکس دخترم رو دیدم به لحظه، شب خاموشی ساعت 8:04 ساعت میخوابیم، بعدش هم حمله سر جلو بازو زدم و نهده من تو فیل، همه تو خنده تلفن چی گفتم بگی شماره، گفت کجا بچه گفتم فرمونده بهم، گفت این ساعت رئیس خوابه بگی. اینو میخوای درامزشو بذار ریتم ها دست میدم. این ساعت رئیس خوابه، گفتم بگو صدفان توی راه، پیرنش بازه لب سیگاره، با سترام کلومو برداشتم، گفت خاموچیه داری چی کارم، گفتم من سرباز نمیشه بیداره، گفتم من فقط یه سوال دارم اینو که هدفم جرمشون چیه، بلند شد هرچی دوده توی ریه داد تو صورتم و بهم شد خیره، گفت سربازی پا چرا میترسی، نیشخند زد گفت چرا میلرزی، گفتم سرمان پادی قراره و الا وطن فرس نداره ترسی، اومدم بیرون درم نبستم یه نگاه به حفظ تو بلاک کردم. این همونجوری رکه نیما نیما بشتی به کفشه گذشتش رو زوم، یا این کلن خودش همینجوریه همین شکل. آه با این اینو میکشی، این یکی رو زوم میکنه. خب هیپاپولوژیست میخواد از نیما زرگانی و اشکان کاغان که داره برای مجید خرات ها موزیک میسته دوست همه من
در بهم گل داد پوتین و باکس زدم پوشیدم بچه رو بغل بچه بوسیدم با عشق سرش رو گذاشت رو سینم رسیدم مردو بین بقیه آهادی صبح شرقین بقیه جسم رو گرفتم اصله خونه خونه شد تک شده اصله خونه فرمانده اومد بینمون چرخید گیر میداد اونی که اسمی که ترسید بعد خبردار داد زد جمشید دکشون تیره شب بشه رفتید گوشیم و تو انبار دادم تحویل رو مچم نوشتم شماره بچه لاک رو گردن و وک کردم مکس دخترم رو دیدم یه لحظه امشب خاموشی ساعت 8 4 ساعت میخوابیم بعدش هم عمله دو سه جلو بازو زدم و نده من توی فیل همه تو خنده تلفن چی گفتم بگی شماره گفت کجا بسته گفتم فرمانده بهم گفت این ساعت رئیس خوابه گفتم بگو صفان توی راه پیرنش بازه لبه سیگاره با سترون کلوم و برداشتم گفت خاموشیه داری چی کارم گفتم سرباز نمیشه بیداره گفتم من فقط یه سوال دارم یکی خونه رو بسازه من هنو محکومم واسه این شعر بی اجازه مرا ببوس که من آخرین شعر بی دفاعم یا آسمون تاریک ابری بی ستارم مرا ببوس برای بوز یاو این شما و این پیمود ساکت آره دیگه نمیترسم زیرش نمیزنم جلوی تیرت میره تنم آره دیگه نمیترسم زیرش نمیزنم یا تک تک میگیرم این سری از قدیم مونه یادم تو این با خوره لاله است بگو دیر نیست واسم جا هست تخمشو میکارم ده شروع کرد بدون به توضیح در باره یه بیت منتقد میشم من معنی شعرم سرم گیش میره بهش میکنم فکر یه روز میبینم یه فردای بهتر خونمون ریخته پخش زمین تو فنگو بنداز حرف بزنیم همه آدم و اعضای تن بخوام نمیخشیم این همین تو این با خوره لاله است بگو دیر نیست واسم جا هست اوزن بچه هت آره دیگه اوزن بچه هت دارم دیگه نمیترسم نمیسازم دیگه نمیترسم نمیسازم از اول آره دیگه نمیترسم زیرش نمیزنم جلوی تیرت میره تنم واسه اینکه اندیشه ها بوله بروت هم واسه هم این زده موندم جلو بروتت میتونم بلند صدای سکوت همه دیگه همیشه بالو تر از سیاهی هم یه رنگی هست فایده این نداره جنگیدن وقتی دوست من بیشن رو شمونی که نمیره زیرشون فهمیده میخوایم برگر بزنیم برگر شفکاگ ساعت 4 صبح بشین دیگه
رو فشرت کارپت این آزا الان ها فکرده تایپش رنگ آب نیدی که سپایتش میزنه دکمشو ببینه دامبش مهم نید پشت سر پله یا جاده کلشم تخمشم نیدی که نامبه تخمشم نیدی که نامبه نبود گست با تو بتونه خیر قلبم بود تا چی گفتم از قبل هم نسن کم نیبرهود نم رفل بود تو چشم دود میرم اونا که بهمو گوش میدادم من الان بهشون گوش میدم میکنم پیپر دود فل بود تو چشم دود میرم اونا که بهمون گوش میدادن من الان بهشون گوش میدم فکر میکنی که سلیقه موزیک یه نفر حالا تو فکر کن برای تو این کیس مثلا بیمار چه تأثیری داره تو تشخیصی که میذاری برای اون مریض یا تو روند درمانش اصلا سوالشو میپرسی مثلا یه مریض بیاد برای جالبه که این مریض چه موزیکی گوش میکنه سلیقش چیه ببین کلا نه یه بخشی از درمان باشه یه بخشی از شرح حال باشه میخوای واسطه این که طرف چه موسیقی گوش میده بخوای تشخیص متفاوتی بذاری یا درمان متفاوتی بذاری در این حد مشخص نمونه ولی خب بر اساس اینکه یهو داره چه موسیقی گوش میده بر اساس اینکه حالا اگه جزئی تر بخوای ببینی از هر مثلا سبکی چه کسایی رو گوش میده میتونی یه مقدار به این برسی که خب این فرد مثلا حالا تو خودت میپرسی مثلا مریضی که بستگی داره آدم با آدم داره مثلا جوان‌ترا رو میپرسم آره ولی خب مثلا کسی که از سنش بالاتره یا مثلا بیماری شدیدی داره تقریبا حالا توضیح میدم به بچه اساسی حالا یه بحث دیگه هم هست ممکنه مثلا طرف خودش هم بگه خب الان همونم بگم یکی بحث اینه که اولا که میتونه تعیین بکنه که مثلا طرف احتمالاً مزاجش چیه احتمالاً تو چه تیپ شخصیتی خب اینو میتونه مشخص بکنه اگه طرف خودش بگه به من که من مثلا فلان چیزو گوش میدم اصلا شاید یه وسیله‌ای باشه برای اینکه تو به سمت دیگه‌ای ببری مصاحبه یه وسیله‌ای باشه برای اینکه اصلا راجع به اون موضوع بحث بکنی که در خلال اون برسی به یه سری مشکلاتی که بیمار تو حوزه‌های مختلف عملکردش داره میشه از همچین چیزی استفاده کرد یه بحث دیگه هم که اصلا اینو معمولا توی اکثر بیمارا میپرسیم اینه که خب موسیقی هنر کتاب خوندن فیلم دیدن این کارا یه سطحی از عملکرد رو هر انسانی باید ببینی که این کارا رو انجام بده خب مثلا کسی که بیمار مزمنه مثلا اسکیزوفرنیا است خب عملا نمیاد دیگه موسیقی عملا میبینه که دیگه گوش سال هاست مثلا طرف دیگه موسیقی گوش نمیده اگه خیلی پس رفت کرده باشه
و این به عنوان یه عمل کرده خوب میتونه مهم باشه تو بیمارات که مثلا کسی که میگه من چندین سال اصلا میبینی طرف موسیقی گوش نکرده خب یه زنگ خطر دیگه میتونه یه علامت باشه از اون بیمار. حالا یه چیزی هم که گفتی حالا چون خیلی خب نمیدونن اسکیزوفرنی چیه اصلا شیزوفرنی ها اصلا چیه این هم یه توضیح بده که تعریف اونطوری که مثلا یه مثال مثلا منظورم اینه که مثلا اینو میگی مثلا در کنارش یه چیز فارسی مثلا شیدایی مثلا مانیا میشه جنون مثلا آخه این تعریف اونطوری نه تعریف معادلی نداره اصطلاحی مثلا جو مثلا یه نوعی از روانپریشیه روانپریشیه منتها خب هر روانپریشی اسکیزوفرنی هم نیست توهم داره فرد هزیان داره یه سری کارکرده اجتماعیش مختل شده گوشه‌گیر میشه منزوی میشه و اصلا از جامعه جدا میشه و اینکه جدا از اون رفتار آشفته ممکنه پیدا بکنه گفتار آشفته پیدا بکنه در طول سالها و میگی آدمی که تشخیص شیزوفرنیا براش گذاشته شده موزیک نمیتونه باشه یعنی لحاظ عمل کردی احتمال یه مقدار نسبت به آدمای عادی ممکنه کمتر استقبال کنه از هنر یا موزیک یا فیلم اون کسی که علائم منفیشو پیدا بکنه و خیلی چیزا رو از دست میده مثلا تو جمع نمیره مهمونی نمیره تو سرافیلی عملا میبینی سالهاست نداره کار خاصی انجام نمیده و به تبع اون اصلا دنبال هنر نمیره دنبال موسیقی نمیره کتاب نمیخونه فیلم نمیبینه این حوزه رو از دست میده یا اگر هم مثلا اون چیزی رو دنبال بکنه اصلا کار کردی برای توسش نداره مثلا یه کتاب میبینی هزار بار میخونه ولی سراغ کتاب جدیدی نمیره من الان متوجه شدم که موزیک میتونه مثلا چه ساینی رو به یه پزشک بده الان ساین آره الان متوجه شدم مثلا من الان به این چیزایی که گفتی به ذهنم خود کسی که مثلا رپ گوش میکنه باید آدم اجتماعی تر باز نه صرفاً چون رپ هم یه حوزه وسیعه ما سبکای مختلف داریم فضاهای مختلف داریم ولی یه همچین چیزی برداشت کردم از حرفت حالا یه چیزی تو فکر میکنی که همینجا برفه میکنم یه چیزی که حالا شاید روان پزشکای قدیمی تر کسایی که از ما مثلا 20 سال سنشون بالاتر 20 سال پیش فارغ التحصیل شدن خیلی اصلا رپ به عنوان یه دسته ای از کسایی که میگن مثلا رپ گوش میدن البته به نظر من این درست نیست میگن احتمالاً مثلا آنتی سوشیال هستن احتمالاً یه گروهی از اختلال شخصیت هستن ولی واقعا اینطوری نیست به نظر من اصلا که نسلی که ما داریم میایم نسلی که الان دیگه سنمون رفته بالاتر داریم مشاغل اصلی تری تو جامعه پیدا میکنیم تو که خب خودت از سبک اصلی که گوش میکنی من حفظ کنم تقریبا 90 و بیش از 90 درصد چیزی که گوش میدم رپ و خب خیلی هایی دیگه دورو بر ما هم هستن تو همون بیمارستانی که هستیم میشناسم رزیدنت هایی دیگه که رپ گوش میدن و این خب مثلا رپتی هم مثلا به اون تایپ پرسونالیتی هم نداره به اون تایپ شخصیت هم مثلا نداره این یه چیزی که از قبل بوده خیلی هم شاید این تصور داشته باشن ولی من از این درستی نیست هستم آره دیگه خب اون به خاطر اینه که این یه دلیل فرهنگی هم داره خب مثلا استادی که میگه 20 سال از تو بزرگتره خب اون دورانی که دوران بلوغش بوده دوران نوجوانیش بوده اصطلاحاً چایلدهودش بوده اون دوران اصلا موزیک هایپ دنیا فرق میکرد اون موقع موزیک هایپ دنیا راک بود پاپ بود دوران مایکل جکسون و دوران آرتیست‌های اونجوری تو دنیا بود تو ایران داریوش ابین چه میدونم هزار تا اسم دیگه مجاز غیر مجاز اینوری اونوری اینه که اون یه علت فرهنگی هم به نظر من میتونه داشته باشه ولی خب این روانپزشکای آپدیت تر مثل خودت خب قطعا طرز فکر متفاوتی دارن تو اینترنی روانپزشکی من یه بیماری داشتم این یه سایکدلیکس مصرف کرده بود و بعد اون دچار سایکوز شده بود این مریض سایکوتیک بود اومده بود این خودش رپر بود بعد داشتیم ما هم صحبت میکردیم خیلی صداش میلرزید داشتم ازش شرحال به قول خود صدا دیسفوریک داشت بعد داشتم باش صحبت میکردم متوجه شدم که این کلمات خیلی زیادی و توی زمان کوتاه میگه یعنی این طرف خیلی تونتون صحبت میکرد کلماتو سریع ادا میکرد توی مثلا یه بازه زمانی کوتاه بعد ازش توی شرحالی که میگرفتم خودش گفت اینو به هم منم شک کرده بودم خودشم گفت که من رپر بودم و اینجوری فلان چیزو استفاده کردم الان علائم سایکوتیک دارم یعنی من برداشت کردم که این سایکوتیک من است بعد خیلی آدم با استعدادی بود خیلی با استعدادی اینا می چیکار میکردن اینا جدا از سایکدلیکس اینا کتامین رو میگرفتن میپختن و یه چیز به سر اون مثلا خیلی دچار اختلالات عجیبی شده بود این خیلی جالب بود من متوجه شدم که این پسر خیلی با استعداد بود و اگر این عامل خارجی نبود این اصلا به اینجا نمی رسید
چون چیزی هم که به من داشت برای من شرح حال میداد، مثلا مدرسه تیزوشان درس میخوند، بعد عجیب بود یه اومده بود با علائم سایکوتیک، به خاطر مصرف اونا اینجوری سایکوتیک شده بود و یعنی خودش آدم با استعدادی میگم. بله این بود که من به مثلا خاطره‌ای که خودم از این سوال خودم تو ذهنم اومد برایندم این بود که مثلا اینو ربط بدم به استعدادش خود. حالا بریم به نظرم سوال بعدی به خودت گرم بشیم. یه خاطره هم چیزی که گفتی من یکی از اینطوری هم چیزا رو بود بگم هم که دیشب هم اجازه بدید. مثلا خب بحث این کلام در روان پزشکی قدیمی میگم اینطوری بودم ما اینطوری نیستی. مثلا من خودم یه اتفاقی مریضی که 6-7 ماه پیش داشتم، مثلا خب یه جوان حالا یکم از ما شاید کوچیک‌تر درده، مثلا 25-6 سال، حالا اون به علت دیگه ای با پدرش اومده بود و اینکه حالا سایکوتیک هم نه، مصرف یه ماده‌ای داشته، حالا اصلا برای اصلا ترک اون عملا اومده بوده توسط یه سانتر روان پزشکی. حالا درسته جاش هم اونجا نبود و اشتباه اومده بود و ما رو راه نمایش کردیم با چی کار بکنم، ولی خب عملا بحث ما تو اون مصاحبه، بحث من با اون شاید بگم اکثریتش از در مورد رپ بود و اصلا از رپ من رسیدم به باقی حوزه‌های زندگی اون الان. و اینکه خب فکر کن در مورد حوزه‌ای که صحبت می‌کردیم، چه می‌دونم راجع به رپ صحبت کردیم، راجع به دیل صحبت کردیم، این بحثا رو با هم دیگه می‌کردیم و خب اون قطعاً سر ذوق اومده بود که مثلا کسی که داره باش توی بیمارستان روانپزشکی صحبت می‌کنه و یه رزیدنت، اون که نمی‌دونه رزیدنته، ولی کسی که داره باش مصاحبه می‌کنه، داره بهش کمک می‌کنه، می‌دونه دیل چیه و این خیلی به ارتباط مریض و پزشک کمک می‌کنه، خیلی کمک، خیلی کمک می‌کنه. و اینکه باعث میشه اصلا تو طور دیگه بیمار رو ببینی و اصلا کسی این وسط رپ رو صرف این که کسی داره رپ گوش میده مشکلی داره اصلا همچین باوری از بین میره. خب وقتی یه ذره نسل ما بره بالاتر، وقتی ما یکم مسن‌تر بشیم، جوان بگه باز هم بعد ما میان، برای اونا قطعا از نسبت به ما عادی تر این قضیه، اصلا همچین دیدگاهی به نظرم تا چند سال آینده اصلا از بین میره به طور کامل به نظر من. یعنی منظورت اینه که خیلی رپ داره همه گیرتر میشه؟ قطعا. آقا بحث بعدی که من به نظرم میرسه ازت بپرسم راجعش بحث کنیم اینه که ببین رپ کردن یه استعداد شخصیه، موزیک گوش کردن هم یه سلیقه شخصیه. با توجه به این که یه شنونده موزیکی که گوش میکنه رو خودش میتونه انتخاب بکنه، محتوایی که دلش میخواد، آیا میتونیم یه رپر رو نقد بکنیم که چرا یه سری حرفا رو تو آهنگاش میزنه؟ ببین یه توضیحی که من حالا قبل این که اصلا بخوام مستقیما به سوال جواب بدم، حالا بی ارتباط هم نیست با سوالت، اینه که مثلا میگن که کسایی که از مواد مثلا میخونن تو تحقیقشون میگن تشویق این دوباره بگم جمله رو یا نه نه خوبه، کسایی که مثلا از مواد مثلا تو ترکشون میگن، خب خیلی ها میگن که شما دارید تشویق میکنید به مواد، باعث میشید که مثلا بقیه بیشتر مواد مصرف کنن، یا اگر سکس دارید تعریف میکنید جوونا رو تشویق میکنید به این داستان. یه بحثی که اصلا واقعا نظر اول انقدر ساده نیست که مثلا کسی تو آهنگش بگه من گل کشیدم، کسی که داره گوش میده بره بلافاصله گل بکشه. یه بحث اینه که اولا هر کسی داره یه کاری رو انجام میده، ما یه مراحل بینش داریم، یه مراحل اینسایت داریم. تو آهنگت مثلا بیای 5 دقیقه اول تا آخر بگی محکم باش پاشو و هیچ حرف دیگه غیر از محکم باش و پاشو تو آهنگت نزنی، هیچ توضیحی نداشته باشی، قطعا مطمئن باش تو 10 ساعت هم اینو تکرار بکنی، نه محکم میشه طرفه نه پا میشه، حتی توضیح هم بدی پا نمیشه. و اینکه بحث وجود این که چیزی که هست اینه که کسی که داره اینو گوش میده، اون علتی که باعثه که طرف محکم نیست و پا نمیشه رو تو حل کن. حالا اگه این کار تو موزیکت داره انجام میشه، داره تو موزیکت یه بینشی به طرف میدی که اصلا علت این که تو اونجا سر جات نشستی، علت این که تو زندگیت دچار مشکل شدی چیه، اینو واسه طرفی کم حل بکنی. من چی به نفعت بگم، خیلی جالب شد. من حالا میگم فقط این تو موزیک نیست، با کریرت با مسیرت هم میتونی. قطعاً. و اگه بتونی همچین بینشی به طرفت بدی، خب آره اون موقع میتونی بگی که موزیکی داری انجام میدی احتمالاً یه تأثیراتی تو مخاطبت داره. و این یه بُعد قضیه. و بُعد دیگه این که البته یه چیز هم من یه چیزی که فقط بگم، تو این پارتی که صحبت کردی هم آگاه بودن مخاطب رو گفتی که بعد یه بینش شنونده رو گفتی، هم صحبتی که آرتیست ها میکنن حالا راجع به خوشبتی. آره. بلکه خب نکن یه بیس اولیه باید تو شنونده وجود داشته باشه، پذیرای اون داستان باشه، آرتیستی هم که داره اون صحبت رو میکنه خب یه مفهومی رو منتقل کنه، صرف اینکه فقط بیاد یه حرفی رو بزنه و هیچ مفهوم خاصی از لحاظ این که استدلالی توش نباشه، چیز خاصی توش نباشه، قاعدتا تأثیر اونطوری هم نداره.
ولی اگه یه مفهوم سازی داری برای طرف مقابلت میکنی، طرف رو به بینشی میرسونی، طرف مقابلت هم اون بینش رو پذیرا است، آره اینجا احتمالاً یه اتفاق میفته به طرف مقابلت. حالا یه چیزی من بگم، ببین موزیک چون محتواییه که به کرات تولید میشه، مثلا شاید در طول روز تو مارکت همین خالی ایرانی 50 تا آهنگ منتشر بشه، خب حالا کاری ندارم چند تا فیلم یا چند تا تئاتر برگزار میشه، ولی خب کلا موزیک روال ساختش پروسش سریعتر از یه فیلم سینمایی یا سریال یا مثلا اینه که وقتی موزیک با این سرعت داره تولید میشه، صرفاً این که تو بخوای این همه برنامه ریزی برای موزیکت بکنی به نظر من غیر منطقیه. تو حتی فیلم مثلا سینما رو در نظر بگیر، کارگردان به کارگردان دیدش فرق میکنه. مثلا ترنتینو میاد خوشونت، حالا یه چیزی من بذار حرفم اینجوری خیلی پراکنده میشه دور میشه، یه چیزی که راجب این قضیه که گفتی مثلا مواد و حرفایی که زده میشه، بینش مخاطب، این دوتا چیزی بود که گفتی. خب این خیلی اون بینشه خیلی جالب بود. چرا؟ چون که یه کارگردان هم مثلا فکر کن تو سینما ما به طور کلی دو دسته کارگردان میتونیم داشته باشیم توی یه تقسیم بندی سریع که به بحثمون بخوره. کارگردانایی که گودمن میسازن، فیلمی که توش گودمن داریم، قهرمان داریم، هیرو داریم. کسایی که نه، تو فیلمشون بدمن داریم یا هیرو به اون معنایی که اخلاق مدارانه مثلا باشه نداریم. خب جفتش قشنگه، یعنی من خودم جفتشو بسته به اینکه فیلمش چیه، کارگردانش چیه، مدل ساختش چیه، تولیدش چیه، زوایایی داره، برام جالبه نگاه میکنم. مثلا ترنتینو به هیرو اعتقادی نداره، از اون طرف مثلا اسپیلبرگ همیشه فیلماش هیرو داره، قهرمان داره، اینجوریه دیگه. به نظر من واقعیت رو باید گفت. مثلا وقتی که تو جامعه آدم تحصیل کرده داریم، آدم غیر تحصیل کرده داریم، آدم فقیر داریم، آدم ثروتمند داریم، آدم متوسط داریم، آدم معتاد داریم، آدم ورزشکار داریم، همه واقعیت ها رو باید گفت دیگه. تو نمیتونی که بیشتر بنظر وسط حرفت هم هست، بیشتر چیزی که بنظر من هیرو حالا بدمن یا بودمن من مهمه، بیشتر اون پروسه مهمه بنظرم. خب من که میگم بینشی که دارم میگم، بینش تو پروسه شکل میگیره، اینکه تو یه فرایندی رو توضیح بدی، یه فهمی رو به مخاطبت بدی. اینکه یکی بدمن صرف اینکه بدمنه و یا صرف اینکه گودمن یه کاری داره انجام میده، خب همین حرف خودت توی زندگی روزمره که ما بدمن یا گودمن نداریم، هممون یه ترکیبی از این دوتا این دیگه. و بنظرم مهمترین است، مهمترین چیزی که هست اون فرایند است. و خب یه چیزی هم که هست، الان همه چی هم نسبیه، ما مثلا داریم میگیم مواد، ولی خب مواد از دید یه پزشک یا از دید یه آدم عادی یا از دید یه جوون فرق میکنه. مثلا شاید پدر من سیگار و مواد بمونه، چون که من خودم به نظرم سیگار مواد 4000 ماده شیمیایی داره، فوق العاده سرطانه، سرطانزای احتمال سرطان ریه رو 20 برابر میکنه. خب سیگار پس به نظر من یکی از بدترین دراگ سیگار هست. خب ولی از اون دید جامعه که میگن مواد مخدر و اینا، سیگار رو جزش نمیذارن، ولی مثلا پدر من از دید مادر من از دید سیگار بدترین دراگه. خب مثلا میگه اینه که دیده، میخوام اینو بگم که این نسبت به آدمای مختلف دید فرق میکنه، این که مواد اصلا چیه. شاید یکی مثلا چه میدونم براش راجب سیگار حرف بزنی جا افتاده باشه، یکی راجب الکل حرف بزنی جا افتاده باشه، یکی میگم شخص به شخص هم فرق میکنه. ولی تو منظور دید کلیه مواد جامعه است یا دید از لحاظ روانپزشکی خودت میگی؟ چون من دیدم تو خیلی رو بحثایی که راجب دراگ میشه خیلی حساسی. مثلا دراگ رو من یه تعریف کوچولو بکنم، خب ما یه دراگ داریم، یه مدیکیشن داریم. خب مدیکیشن میشه داروهایی که داریم استفاده میکنیم، من مثال مثلا آلپرازولام مثلا آلپرازولام میتونه به عنوان درمان استفاده بشه، جز مدیکیشن میشه، میتونه دچار سوء مصرف بشه، میتونه کسی ابیوزش بکنه، اون موقع میشه جز دراگ. سیگار، خب سیگار که عملا بررسی اثر پزشکی که عملا نداره، دراگ هم میشه. گل مثلا خب گاهن بررسی پزشکی مثلا اثر پزشکی داره، یه سری جا در یه حد حداقل. حالا سیگارم به این حرفت بگم، مثلا تو یو سی اولسراتیو کولیتیس که یه بیماریه، آره توضیح بدیم، یه بیماری التهابی روده است، جز معدوف کنم دو تا بیماریه که سیگار توش تاثیر مثبت داره، تو اون یو سی هم داره. حالا مثال حتی مثلا
یه لازمه. اگه درست تو ذهنم باشه اینو مطمئن نیستم. مثلا رو فیبروم رحم احمد هم میگن سیگار تاثیر مثبت داره. ولی بحث اینه که خب تو تاثیر مثبت اونجا داره، ولی خب مضراتش که داره در نهایت. بسیار زیاده. مضراتش خیلی زیاده. و تقسیم بندی که من دارم با عنوان مواد، اولا مواد منظورم دراگ، منظورم مدیکیشن نیست، منظورم چیزایی که به عنوان داروهای مورد سوء مصرف. سوء مصرف آره. و ادامه سوال قبلی دارم، من در نهایت به سوال جواب بدم. ببین راجع به اینکه فرد میتونه نقد بشه یا نشه، این دیگه خیلی ربطی به حوزه روانپزشکی نداره، بیشتر نظر شخصیمه. نقد به نظرم هر کسی میتونه هر چیزی رو نقد بکنه. خب و اینکه حالا نقد میتونه درست باشه میتونه غلط باشه از دید هر فرد، و ما هیچ متر و معیاری نداریم که این معیار درستی اینه، معیار غلط بودن اینه. درست. یه فردی یه نقد میکنه از دیدگاه افرادی اشتباهه، از دیدگاه افرادی درسته. صرف این که بتونه نقد بکنه به نظرم اصلا آره باید همچین فضایی باشه که همه بتونن نقد بکنن. ولی اینکه فردی رو حذف بکنی به واسطه نقدت، خب این به نظرم کار خیلی درستی نیست. اصلا درست بودن اینه که تو نقد بکنی، تو بیای فضا رو گیرطوری پیش ببری که نقد تو باعث حالا ساختن یه جریانی بشه، باعث این میشه که اگر احساس میکنی چیزی اشتباهه با طرف مقابل بحث بذاری اون مقوله رو، در نهایت یه اتفاق بیفته. این که بخوای طرف تو حذف کنی به نظرم کار درست نیست، ولی نقد همیشه باید باشه. هر کسی هم حتی از نظر خیلی ها باشه که غلطه میتونن نقد بکنن. نظر شخصی منه. یعنی تو منظور در نهایت اینه که نقد میشه کرد اون رپر یا آرتیستو، ولی حذف نمیشه کرد. نمیشه، نه نمیشه شدن که میشه، چون نمیشه. ولی به نظرم حذف کار درست. چون میچلن میپرسم، چون تو مارکت ایرانی جدیدن دیدم خیلی کمپین تشکیل میشه برای اینکه یک آرتیستو حذف بکنه. میخوام بگم که آیا این نقدی که تو داری ازش صحبت میکنی باید مثلا ما میتونیم یه آرتیستو حذف بکنیم، بگیم این مثلا داره چرت و پرت، میتونیم که همونطور که ما حذفش کنیم آزادیم نقد بکنیم، آزاد هم هستیم حذف کنیم، ولی به نظر من اصلا حذف شدنی وجود نداره. کسی که انقدر بزرگ شده که این همه آدم راجع به صحبت میکنن نقد میکنن، هیچ وقت حذف نمیشه، حذف نمیتونیم بکنیم اصلا. اون کمپین حذف خودش ممکنه یه جرقه دیگه بشه. آره حذف اصلا حذف پذیر نیست اصلا. و همین کلا کسی که مثلا این مدت میدونیم که خیلی اتفاق واسش افتاده که این کمپینم جدیدن فکر کنم علیه اون شکل گرفته، خب اون آدم حذف نمیشه واقعا. هر چقدر هم از نظر خیلی اشتباه باشه، از نظر خیلی هم درسته و اینکه بالاخره یه جایگاهی داره. حذف مثلا صورت نمیگیره واسه همچین کانسپتی، نه که درست باشه یا غلط باشه. آره گفتی، الان اونو گفتی یادم بحث دیشب راجع به اختلال شخصیتی، ولی دیگه توش نبود، خیلی دیگه فاصله میگیره از بعد. آیا با کیسی برخورد کردی که به دلیل گوش کردن یه موزیک، آلبوم، مجموعه، هر چیزی از یه آرتیستی تغییر مثبت یا منفی کرده باشه؟ حالا مثلا این تغییر منفی میتونه مثلا یه خودکشی باشه به دلیل گوش کردن یا آهنگی، خب میتونه یه تأثیر مثبت باشه، یه مجموعه، یه آهنگ، یه چیزی گوش کرده، یه عادت بدی رو کنار گذاشته، آدم بهتری شده، خودش از خودش راضی‌تره، اعتماد به نفسش بالاتره، هر چیزی. تا حالا با این برخورد کردی یا نه؟ این بحث اینو خب چند دقیقه پیش کردیم که بحث اینه که برای اینکه اکتی انجام بشه، برای اینکه فردی تصمیم همچین تصمیم مهمی بگیره که بخواد همچین کار مهمی بکنه، از خودکشی منصرف بشه، مواد بذاره کنار، این کار بخواد انجام بده، بحث اینه که همون بینش است. بحث اینه که آیا به اونجا رسیده طرف اون آهنگ، این که تونسته به اونجا برسه که واقعا ذهنیت اصلا این که تو ذهنش داره چی میگذره عوض بشه. این که من خودم کیس داشتم یا نه، به این معنی که بیاد به هم بگه من فلان چیزو گوش کردم الان تصمیم به این کار گرفتم، نه من که چیزی نداشتم. حالا چرا اینو پرسیدم؟ من از اون دید جامعهش نمیخواستم، من از دید اینکه تو بیمارستان یا درمونگاه آیا با این، چرا؟ چون خب من که خب زیاد بهم دایرکت میزنم، مثلا طرف میگه با فلان آهنگت مثلا فلان کارو کردم، صرفا هم یه کار مثبت نیست، مثلا این دایرکت هم داشتم که مثلا داشت سروش مثلا فلان آهنگتو گوش کردم فلان کارو کردم که کار مناسبی نیست، مثلا میگه دو کی آهنگتو گوش کردم ولی انرژی گرفتم. مثلا من اینو خیلی میشنوام، میگه مثلا آهنگ تو گوش کردم امتحان علومم مثلا رفتم ترکوندم، یا مثلا میدونی، یا طرف گفته که آهنگ تو گوش کردم مثلا برگشتم به رابطه‌ام یا با خانواده‌ام مثلا ارتباطم اینجوری شد.
اینه که به خاطر این ازت پرسیدم که ببینم با کیس چیزی تو ذهنت هست که آدم اینجوری بیمار اینجوری دیده باشی. دو تا نکته من بگم اینجا. یکی اینکه خب تو کوتاه مدت اینکه طرف بخواد یه موزیکی رو گوش کنه و یه اکتی رو به دنبال اون داشته باشه در حد اینکه خب یه فکر جدیدی رو تو طرف بذاره که اصلا طرف توی گزینه هایی که تو ذهنش بوده همچین فکری نبوده، خب اصلا بخواد به یه موضوع جدیدی فکر بکنه، خب این میتونه تأثیری داشته باشه. یا اینکه اصلا میخوای با یه رو ایمپاتی کنی، بخواد همدلی کنی با طرف مقابله، همدردی کنی، طرف تو شرایط خوبی نیست، تو بیا یه صحبتی باش بکنی، طرف همین که احساس کنه تنها نیست، احساس کنه شرایط مشابهی با کسای دیگه داره، خب کمک میکنه به وضعیتش. ولی اینکه صرف اینکه طرف به خاطر گوش دادن یه آهنگ بخواد یه تصمیم مهمی واسه زندگیش بگیره، خیلی نه. من به نظر من خیلی پروسه منطقی نیست دیگه. منطقی نیست ولی خب اتفاق میفته. اتفاق میفته. ولی خب ما یه چیزی داریم بهش میگیم ایمپالسیو بودن، تکانشی بودن. خب توی یه سری افراد وجود داره، توی یه سری تیپ شخصیتی ها وجود داره، توی سیاست بیماری وجود داره. به سرعت تحت تاثیر واقعا. به سرعت تحت تاثیر قرار میگیره. مثلا فیلم مثلا پرستار دکده رو میبینه یا مثلا دوست داره پرستار پزشک بشه. به سرعت ایمپالسیو مثلا آره میگم میخوام فلان کارو بکنم و خب معمولا هم اون اگه ایمپالسیو باشه خیلی دوامی هم نداره. اون لحظه تصمیم میگیره کار میکنه، چند دقیقه بچا پشیمون هم بشه. بس نظرم اینه که به اون هنر اون آرتیست هم بستگی داره. مثلا واقعا آل پاچینو یه جوری نقشه گنگستری رو بازی میکرد که تو دوست داشتی آدم بکشی، میدونی؟ خیلی به اون قدرت آرتیست هم بسیاری داره. مثلا علی سورنا یه آهنگی داشت به اسم دوئل، مثلا 10-12 سال پیش خیلی بچه تر بودم، خیلی قدیمی آهنگه، این آهنگ رو گوش میکردم با یه خشمی میخونه یا ما باید دوئل کنیم، مثلا یه جوری آره دشمنم من با یه خشمی میخونه که تو حالا مهم نیست اون اصلا واقعی شاید نباشه، صرفا یه حس لحظه‌ایه که شعر شده، ولی اونقدر واقعی مثلا اون حس رو داره تعریف میکنه، اجرا میکنه، تو واقعا دوست داری بری با یکی دوئل کنی. این به نظر من به اون قدرت آرتیست هم بستگی داره که تو چه جوری از لحن خوندنت، از داستانی که داری تعریف میکنی، از مدل قلمت که داری مینویسی. یعنی حالا یه چیزی این وسط من باز کنم تو زمینه هنر، یه قضیه وجود داره بهش میگم متد اکتینگ. حالا چون تو خودت هم خیلی من موزیک سریال فیلم زیاد نگم تا حالا به این بر نخوردی به متد اکتینگ، اصلا شنیدم در یه حد کمی حداقل اطلاع دارم ازش. خب آره مثلا متد اکتینگ یه روشیه که بازیگرای هیث لجر بود که خودکشی کرده بود توی فیلم جوکر با نقش جوکر رو بازی کرده بود. هیث لجر مثلا سر اون نقش اون مدل که اسلحه رو میندازه، اصلا اون حرفایی که میزنه، یه هفته رفته بود توی یه هتلی تنها بود، اونجا تمرین میکرد با خودش حرف میزد که اون حالتهای هزیونی اون شخصیت سایکو رو داشته باشه. یا تو فیلم این دی نیم آف فادر اگه اشتباه نکنم که دنیل دی لوئیس بازی میکنه، برای اون فیلم چون قرار بود نقش زندانی رو بازی کنه میره توی یه زندانی به طور داوطلبانه و از مسئولین زندان میخواد که باهاش مثل یه زندانی واقعی برخورد کنه. خب من خودم چون اونا رو خیلی دنبال میکردم تحضیح، مثلا من برای قرص 3 روز متد اکتینگ کردم. من اصلا سیگار نمیکشتم، میدونی من 6 ماه مثلا سیگار نمیکشتم، اون موقع مثلا سیگار یه سال بود سیگار نکشته بودم، برای اینکه بتونم همچین شعری بنویسم 3 روز متد اکتینگ کردم. یعنی 3 روز رفتم توی یه محلی توی یه کلبه جنگلی تنهای تنها، فصلم تقریبا پاییزینا بود، رفتم از اون شرایط از اون محیط گوشیمم آف کردم، کلنم موزیکای پیانو دارک تو سامپلود یا پیانو ساد یا یه سری اینسترومنتالایی که خودم از قبل داشتم اینا رو گوش میکردم که اون وایب بیاد سراغم بتونم همچین چیزی بنویسم. یعنی اینو من تو کارهای خودم هم به کار این الان گفتی به نظر من به اون کارهایی که اون آرتیست میکنم خیلی تاثیر میذاره. و این اصلا فرقش که یکی میبینی مثلا خیلی پلی میشه، یکی میبینی خیلی مثلا، ولی یکی دیگه میبینی نه فقط انترتینه، یعنی باید که سرگرم کنه. تا بذار من یه چیزی اضافه کنم به حرفا، نکنی مفهومی که از فیزیک برداشتن، حالا تو روانشناسی بیشتر تو روانشناسی نیست بهش میگن دارک متر. خب دارک متر چیزی که تو فیزیک که معنیش اینه که وقتی داشتن جرم کهکشان رو محاسبه میکردن میدن بیشتر از چیزی که
واقعا هست چیزی که محاسبه میکنن میشه. پس نگفتن یه چیزی احتمالاً هست به اسم دارک متر که عملا داره جرم کهکشان رو بیشتر میکنه. همچین چیزی توی بحث هنر هم هست، هنر و حال حوزه روانشناسی. نه روانشناسی چیه؟ الان همین دارم توضیح میدم برات که توی روانشناسی مفهومش چیه. اینکه مفهوم فیزیکش اول یکم بگو. نکن مفهوم فیزیکش اینه که مثلا با توجه به جاذبه که ما سیاره ها با هم دیگه دارن با توجه دارک متر با بلک هول سیاه چاله که فرق سیاه چاله نه دارک متر فرق داره. این نکن جرم مثلا یک مقدار مشخصی از کهکشان با بر اساس جاذبه حالا سیاره ها که توش هست طبق قانون باید یه مقدار مشخصی بشه. خب که ولی این وقتی که این محاسبه ای که انجام میشه یه جرمی پیدا میکنه مثلا x، ولی در واقعیت میبینی که چندین برابر x جرم اون بخش از کهکشانه. خب منظورم اینه که در واقعیت بیشتر از چیزی که ما محاسبه میکنیم رو کاغذ کمتره، در واقعیت بیشتره. همچین چیزی بحثیه که تو هنرم حالا خیلی ها معتقدن تو با تحقیقاتی انجام شده همچین چیزی هست و بحث اینم بیشتر بحث رسانه هاست. برای مثال وقتی تو یه محتوای رو گوش میدی اصلا شاید سلیقت هم نباشه و اصلا بگی خیلی سلیقه محتوای بدی اصلا به نظرم مبتذل اصلا مفهوم خاصی نداره از لحاظ موسیقی اصلا موسیقی بدیه، ولی انقدر که جاهای مختلف داره پخش میشه از طریق رسانه‌های مختلف حالا اصلا به واسطه اینکه دارن هزینه میکنن واسش و میخوان که پخش بشه، ولی همین صرف تبلیغات کردن صرف پخش دادن از جای دیگه تاثیرگذاری داره. مثل اینکه حالا میدونی چیه این درسته مونتاژ، من فکر میکنم دنیا داره به سمت موزیک مستقل، الان که گفتی تاثیر رسانه ها، چون این یه مدت خیلی طولانی تو موزیک ایران ما تاثیر رسانه هایی رو داشتیم که آرتیست رو عوض میکرد. مثلا من یه زمانی موزیکای سوگند رو خیلی گوش میکردم، ولی از وقتی که با یه رسانه کار کرد اصلا مدل آهنگاش عوض شد، اصلا شعرش عوض شد، اصلا مدل خوندنش عوض شد. میدونی به خاطر چی؟ برای اینکه پاپتر بشه و پاپیولارتر بخونه. میدونی چون اون رسانه اینو دوست داشت. میدونی چی دارم بهت میگم؟ این پاپتر بشه. من میخوام بگم این تأثیر داره که همین چیزی که الان راجع بهش صحبت کردیم، میخوام بگم این تأثیر داره کمرنگتر و کمرنگتر میشه. الان ما تو بچه‌ای که نسل جدید داریم تو رپ فارسی، من که هیچ وقت با هیچ رسانه‌ای کار نمی‌کنم، یعنی با غیر تمام موزیکام مستقل اومده، نه عضو هیچ گروهی بودم نه با هیچ رسانه‌ای کار کردم، بقیه هم کم و بیش همین بوده، یعنی این مسیر اومدن مسیر مستقل رو. اینه که این تأثیری که داری میگی کمتر میشه و علتش هم رشد تکنولوژیه. الان مثلا می‌بینیم ما پلتفرمایی داریم که مال خودمونه، طرف میتونه خودش تو پلتفرم خودش کارهای خودش رو پروموت بکنه، دیگه نیازی نیست یه رسانه‌ای بیاد اون رو تبلیغ کنه. دارم میگم نقشش خیلی داره کم رنگ‌تر داره میشه، ولی خب من بیشتر منظورم این پروسه بود، این که بحثی که گفتی که آیا تأثیری داره یا نه، میگم یه تأثیری فراتر از خود محتوای آهنگ هم داره. اینکه تو از جاهای مختلفی یه موزیکو بشنوی، یه محتوای هنری رو بشنوی، رو نتیجه تاثیر داره، فارغ از این که اصلا اون چی داره میگه. بازم میرسیم به نظر من به بینش شنونده دیگه. من از قدیم اصلا برای مهم نبود.